شکر میکنم برای این فیضش و ایمان دارم خداوند مطابق فیضش همه فرزندان خود را برکت خواهد داد در امیر عزیز مدت هستند هستن که دروسی رو شروع کردن به نام شفای ایماندار و تشویقتون میکنم روی زوم لطفا اگر آدرس زوم رو داریم اینجا سپاس کنم میشم هر دوشنبه ساعت هشت شب اگر اشتباه نکنم امیدوارم هشت شب هشت شب لطفاً با برادر عزیزمون باشید هر دوشنبه و لازم داریم این نیز در موقعیتی است برای شفا و آزادی از تمام امیال و آنچرا که در گذشته اسیرش بودیم و هنوز ادامه داره پس خواهشم این هستش که لطفاً شرکت کنید در این کلاس ها و دیگران رو نیز تشویق کنید روی سایت ما مگر به PWOC دقیق زمانش رو گذاشته اونجا هم اعلام کردیم پس سپاسگزار میشم در این قسمت نیز در کنار همدیگه بیسیم و کلیسا باید روش کنه یعنی کلیسا نمیتونه فقط یک دیدگاهی داشته باشه یه عده خدمت کنن یه عده از تعلیم از امکانات از شرایط فقط بشن حساب شما هم خادم خداوند هستید و واقعا کلیسا پرستان مسیح در طول این سالها با هدایتی که خدا من رو کرد در مسیر تعلیم قرار گرفتیم نمیخوام هرگز خود ستایی کرده باشیم از خودمون زیاده گویی کرده باشیم اما فکر میکنم اولین کلیسای فارسی زبان هستیم که ما توانستیم دوازده سال پیش برای تمام دروس یک شنبه برشور داشته باشیم ها توی دست شما بود شما کلام خدا رو شنیدید شما کلام خدا رو روی تابلوها دیدید شما کلام خدا رو اون روی اون نکته ها خاندید نوشتید و بردید و به دیگرانم یاد دادید و این هدایتی بود که خداوند به کلیسای پرسن مسیح داد و در این مسیح هنوزم داریم قدم برمیداریم که دوم تیموتاوس دو دو هست پس خواهش میکنم این کلاس ها رو هر کلاسی که امکاناتش رو برای شما عیزان میذارن لطفاً وقتی که یاد میگیرید به یک نفر یاد بده حتی قسمتی از اون چون بهتر در حافظتون میمونه و این کمک میکنه که در از فکر به فعل برسه و شما نیز همچون همون که کلام خداوند اعلام میکنه میگه مسیح به آنچه که عمل کرد تعلیم داد در عملمون نیز اونگونه باشیم هر سه شنبه از ساعت شش صبح تا نه صبح که نه نه دیگه من راستش تا دوازده پاسخگوی تلفونای ایران هستم و مسئول توضوع توضیح افرادی که دعا میشه خواهر عزیزمون زینا جان هستن اگر مایل هستید لطفا برای افراد در طول هفته دعا کنید شماره تلفنتون رو امروز برید به زینا جان زینا جان به شما تعداد قبلا خب اینا رو پخش میکردیم ولی خب الان اصلا ما بوشورم نمیتونیم بدیم به خاطر این موقعیت قرنطینه زینا جان با شما تماس میگیرن چهار نفر پنج نفر رو میدن و این کار میکنه شما که دارید دعا میکنید خداوند داره میشنوه خدا این اتحاد رو دوست داره خدا این نظم رو دوست داره اینکه ما یه کاری رو از شروع کردیم و دوست داره پس بی تفاوت نباشید لطفا میتونید با زینا جان هماهنگ کنید و هفته چهار نفر پن به من فکر میکنم در طول همون یک سه ها از چهل تا نزدیک شست نفر هم شبکه محبت هم شبکه امید جاودان که خودمون هستیم و هم روی واتساپ با من تماس گرفتن و من خودم دعا کردم براشون اما اسمشون رو می چون ما قول دادیم به ایرانی ها که بتونیم با فیض خداوند برای اونها دعا کنیم و افراد بسیار با غیرتی ما توی ایران داریم باور کنید در طول ماه پنج نفر از افراد توی ایران هستن به ما ده یک میدن برای شبکه امید جاودان البته ده یک میفرستم شاید خیلی مبلغی نیست ولی برای اون خیلی مبلغه یعنی رویای کلیسای پرستان مسیح رو اون دنیا درک کردن که چقدر مهم هست که ما بتوانیم این خبر خوش نجات رو برای آرامش برای امنیت برای نجات ایران و ایرانیان برای آزادی کشور عزیزمون ایران داشته باشیم پس شما رو این قسمت بیشتر اهمیت بدید ما در طول سال معمولا گاهی کلیپ هایی رو میذاریم از پرویز عزیزم همیشه خواهش کردم این کلیپ ها رو بذارن دوباره شروع میکنیم این کلیپ ها رو گذاشتن که رویای کلیسا رو شما بدونید یکی به شما میگه کلیسای پرسکن مسیح چه کار میکنه به اونها بگید کار ما این هست که برای ایران امنیت آرامش سلامتی عشق محبت آزادی کشور عزیزمون و نجات و رستگاری رو میخوایم. آمین همین تو ذهنتون میمونه؟ هاللویا اینو به دیگران انتقال بدید هر پنجشنبه ساعت هفت و نیم من و دیگه الان خانوادم شده چون توی خونه هستیم متاسفانه دوست داریم تیم باشیم همیشه اما من و خانوادم در خدمتون هستیم به فیض خدا از این دوران قرنطینه میگذره و لطفا با ما باشید روی فیسبوک بازم فیسبوک رو شیر کنید اینستاگرام رو به دیگران نیز توضیح بدید که بتونن تو اون وقت داشته باشن آماده هستیم که کلام خدا رو بشنویم؟ بسیار عالی. پس دسته سرهای خودمون رو خم کنیم. لطفا میکروفون رو بعد محمود بدید سپاسگزار میشم. محمود جان لطف کن برای کلام خدا من امروز شما قبل از اینکه بعدا محمود بخوان دعا کنم ما زمانی که دوران کرونا شروع شد خدا با قلبم صحبت کرد از این شعر زیبای سعدی استفاده کردیم تا بتونیم دل قوی داریم آمین دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست و به چهار نکته پرداختیم اما خیلی طولانی شد بعد از اون داریم میپردازیم به اینکه چگونه دل قوی داریم میخوام دوباره هم عزیزانی که روی فیسبوک ما هستن هم روی اینستاگرام بدونن که کجا دارن قدم بر میدارن پس میخوایم ببینیم اونجایی که احساس ضعف میکنی یا کلام خدا میگه ضعیف بگوید من قوی هستم آخه چه جوری من بگم وقتی که ضعیف هم بگم من قوی هستم مگر ما میتونیم این خودباوری و گفتار درمانی رو, رو روی ذهن خودمون قرار بدیم روح رو داریم کلام رو میخونیم اما خیلی موقع شده ایمان داره خیلی قوی ایمان خیلی معروف گاهی افسرده میشن دیپرشن میگیرن و من شاهد بودم و من شنیدم و چه بسا شما شنیده باشیم پس خوشیار باشیم باید بدانیم چگونه باید دل قوی داشته باشیم بفهمت خشمان خداوند شکرت میگم عیسی مسیح ممنون خداوند برای امروز که در کنار هم دیگه جمع شدیم آمین شکرت میگم خداوند ازت میخوام که خداوند قلب های ما رو آماده کنی برای کلامت خداوند که این غذای روح همون خداوند دریافت کنیم از طریق برادرم رسول میخوام که خداوند تن سالم بدی کسایی که خداوند اینجا نیستن اگه ناراحتی دارن خداوند سلامتی بهشون بده و اونها رو شفا بده ازت میخوام خداوند در این دوران قرنطینه در این دوران مریضی باشه که بیشتر به خود بیم خداوند بیشتر به تو فکر کنیم و خودمون رو بیشتر پیدا کنیم در زندگی زندگیمون آمین من امیدوارم که خداوند این ویروس به زودی دور بشه از این کشورها و از کره زمین و درس عبرتی بشه برای ما خداوند زمینیان که زندگی کوتاه خداوند و به زودی زود میان در حضور تو آمین باشه که همدیگر دوست داشته باشیم خداوند عشق بورزیم همدیگه و خداوند بدی ها رو بذاریم کنار و تو رو بتونیم خدمت کنیم سلام امروز رو به حضورت میارم خداوند و میخوام تو اونو برکت بدی و قلب و جانهای ما رو آماده کن برای در نام مقدس عیسی مسیح قدیدم باش و گذاری آمین. آمین آمین از آنجایی که انسان از تعلیم مستقیم به توسط روح خدا دور شد و روبرو با ناهنجایی های فکری و همچنین احساسات و رفتارهایی که باعث آزار او شد مبتلا گردید دلیل ناآرامی او و محیط اطراف او شد هرچند علم روانشنا... روانشناسی در تلاش و تحقیق به دنبال شخصی متهم متهمی که ردیف اول والدین خانواده جامعه خواهر و برادر بچه چندم هستید بزرگتره تو رو اذیت کرد کوچیکتره تو را اذیت کرد می باشد آسیب های خورده شده در طول زندگی نیز بی تاثیر نبوده یعنی تحقیقات و تلاش روانشناسان عزیز ما نیز در جایگاه خودش درست بوده اما کلام خداوند صریحا و به وضوح اعلام میکنه که تمام دلایل رنج و سختی های ما از گناه میباشد از دوری خدا میباشد از دور شدن از هدف مقدس خلقت هست مطابق نامی رومیان سه, سه که اعلام میکنه همه گناه کردن و از جلال خدا از اون هدف اصلی خلقت نیست دور بودن که این نیز باعث مریضی دل آنان شد یعنی مریضی فکرشون شد مریضی احساس اونها شد مریضی قدرت توان که اقتدارشون هست شد شد در کتاب اشعیا یک چهار الا شیش اعلام میکنه ای ملت گناهکار منظور در ابتدا قوم اسرائیل و بعد تمام مردم جهان که دور از محور اصلی خلقت شدند ای ملت گناهکار ای قوم بر ای قوم بر خطا و نسل فاسد که در داره اشاره میکنه آنانی که از اراده خدا دور شدن ای قومی که پر از خطا هستید ای قومی که پر از گناه هستید شما خداوند خدای قدوس اسرائیل را ترک و به او پشت کرده اید یعنی کاملا از هدف اصلی دور شدید چرا به سرکشی خود ادامه می دهید؟ ای اسرائیل داره سوال می‌کنه میتونه امروز این سوال برای مردم جهان باشه چرا انقدر باید شرایط زندگی سخت بشه با این همه تکنولوژی با این همه امکانات با این همه سخنان زیبا روی فیسبوک روی اینستاگرام چه حرفای قشنگ همه میزنن زندگی اون افراد دیدید یا نه چگونه هست حتی من که به عنوان یک کشیش من کلام خدا رو میگم اینجا حالا گاهی یه شعری میگم بغلش بازم اونم مال اون شاعر است به من چه مربوطه آیا زندگی من تحت تاثیر هست نسبت به آنچه که دارم میگم یا نه امروز دنیام نیست پر از ادعا بود اما ادعاش چی شد چقدر برنامه داشتن برای سال 2020 چه اتفاقی افتاد کی توانست تو این موقعیت خودش رو نگه داره با برنامه های خوب مانند ازدواج و عروسی که شمون عزیز و ونوس بارها تاریخ تالارشون رو عوض کردن اما بازم نتونستن یک کرونا آمد سیستم زندگی همه کار و درآمد و برنامه هایی که انسان ها نیک میدونستن و انسان هایی بودن که چه بسا به فکر فقط طمع بودن همه به هم خورده شد و ادامه میده چرا به سرکشی خود ادامه میدهید باز داره با مردم دنیا صحبت میکنه ای اسرائیل آیا میخواهی بیش از این مجازات شوی میخوای بیشتر از این تو ناآرامی قرار مجازاتی که از طرف خود انسان هست که دلیل سرزنش میشه حتما شما شنیدید در این دوران چقدر افرادی بودن گفتن ای وای ما چه اشتباه کردیم کاش که این کارو نمی‌کردیم ضرر کردیم اگر می‌دونستیم چه این دورانی هست این سرمایه گذاری رو نمیکردیم، این برنامه رو انجام نمیدادیم. و چقدر پشیمون شدن نسبت به تمام فعالیت‌هاشون تمام نقشه‌هاشون همکنون سرت زخمی یعنی پر از افکار پریشان و پر از سرزنش ها هستی. چه سرزنش هایی که از بیرون میشه و چه سرزنش هایی که از درون باعث رنج میشه. و قلب و فکرت بیمار هست. یعنی احساست، اندیشت، جای آروم نیست. اطمینان نداری. فکرها میکنی، تصمیمات میگیری. اما نمیدونی واقعا کدوم درست هست. و یا اگر میگیریم، اوز میخوام، گاهی با کلک به خاطر میترسیم گاهی با دروغ چون اعتماد به خدا نداریم تمام بدنت از سر تا به پا پوشیده از تاوله یعنی رنج و زخم و جراحت هست یعنی پر از کینه است پر از نفرت پر از بدبینی شده و جای سالمی در آن نیست زخم های تو هنوز پاک نشده داره خدا به قوم اسرائیل میگه میگه تو شفا نگرفتی من یهوه خدای تو هستم اما فقط باید موسا بیاد پیش من هارون بیاد پیش من میریم بیاد که خواهر موسا بود بیاد پیش من رهبران بیان پیش من چرا نمیایید شفا بگیرید و مرهم و دارویی برای آن نگذاشتند نیست چیزی که شفا بیاد که آرامش بیاد متاسفانه وقتی یک نسلی در یک جامعه آسیب میخوره به خاطر سرکشیهاش به خاطر انحراف از عدالت و در پی درمان نیست در پی راهی برای بهبودی نیست نسل بعدیش هم آسیب میخوره جامعه ایرانی ها همین گونه هستش کشور عزیز ما اگر بزرگان ما که خدا رو شکر برای وجودشون برای خوبی هاشون، برای محبت اما اگر بزرگان ما در گذشته بیشتر درباره اون باوری که داشتن تحقیق میکردن و توتیواری مسلمان نمیشدن شخصی به نام خمینی و آخوندها اونها رو نمیتونست فرید بده اما چون توتیواری رفتن جلو آسیب خوردن از این رو هست یک ایماندار مسیح می باید مدام در حین تحقیق و تلاش باشه کسب حقیقت باشه حقیقت فقط یکی نیست که بگیم حقیقت یکی هست که خداوند هست اما حقیقت فقط این نیست که من اون رو شناختم رهاش کنم با حقیقت باید زندگی کنم که مسیح هست با حقیقت باید راه برم تا در اون امنیت نیز قرار بگیرم تا در رنج نباشم سعدی اعلام میکنه پروانه به یک سوختن آزاد شد از شم لطفا توجه کنید پروانه به یک سوختن آزاد شد از شم بیچاره دل ماست که در سوز و گداز است پروانه سوخت در عاشق این شم بود تموم شد ما الان میبینیم شرایط متاسفانه ملت ما در یک جایگاهی هستش که آلوده خرافات و دروغ هستن و از همین خرافات و از همین دروغ چقدر آسیب دارن هنوز میخورن هر روز ما میشنبیم که متاسفانه نسل جوان ما خودکشی ها میکنن به سمت باورهای دروغین دارن میرن حتی شیطان پرستی چقدر تو ایران زیاد شده و, و و و گروه های دیگه چرا چون که نسل قبل توجه دقتی که باید داشت نداشت امروز ما این توجه رو داشته باشیم به عنوان ایمانداران و یکی از آسیب های این دل مریض آدمی همانا سرزنش های بیرونی و درونی او هست که از خانواده تا جامعه بر اثر هر اشتباهی هر گناهی هر شکستی دلیلی میشه برای محکوم کردن و چه بسا همچنین ویروس انتقال یافته اینک خود شخصی که مورد حمله هست رو وامی داره تا خودش خودش رو سرزنش کنه از درون و از درون به خود نیز آسیب بزنه و شاهد مرگ امید خودش باشه، شاهد پریشانی خودش باشه و شاهد این باشه که ناآروم خواهد بود. نویسنده مزمور 102، 8 الی 11 رو براتون میخونم. که از جملاتش چنین پیامی داره میاد که مورد سرزنش درون و بیرون هست و گیر افتاده. موضوع سرزنش رو بذارید در این قلمرویی که وقتی ما میگیم در ابتدا ترس میتونه خوب باشه در ابتدا افسردگی میتونه خوب باشه در ابتدا اون حسی که داری ناامیدت کرده در ابتدا میتونه خوب باشه اما اگر درش بمونی فاجعه ایجاد میکنه سرزنش در ابتدا میتونه یک نصیحت خوبی باشه یک کشیاری باشه به طور خاص از زنان و مردانی که شما میدونید دانه هستن میشنوید و یا از اون حسی که در حضور خدا می میبینی انگار یه اشتباهی کردی. این در ابتدا خوبه اما زمانی بعد هست که شما با این سرزنش مدام داری زندگی میکنی هی به خودت آسیب میزنی به دیگران آسیب میزنی از دیگران آسیب میگیری ولی هیچ تغییری در زندگی تو انجام نمیشه و اینجا هستش که سرزنش میتونه برای ما بد باشه مزمور 102 8 الی 11 اعلام میکنه دشمنانم هر روز مرا سرزنش میکنن من نمیدونم آیا واقعا این نویسنده وقتی که میگه دشمنانم که ما میدیم دشمن کیه؟ شیطانه روحای شریر هستن اما وقتی که این نویسنده داره میگه دشمنانم آیا مخاطبینش جدا دشمنش بودن؟ یا این یک تصویر اشتباه بوده اینها رو باز میکنم که هوشیار باشید اگر از دست کسی میرنجید اگر از دست کسی رنجیدید حالا ببینید این تصویر ذهن شماست که اشتباه و یا نه این حقیقت داره پس میده دشمنانم هر روز مرا سرزنش میکنند و مسخره کنندگان مرا لعنت می نماین. آیا واقعا اونا مسخره کننده بودن؟ یا نه؟ یا این شخص اشتباه ایستاده بوده کج ایستاده و تصور برای اینه که باید همیشه مستقیم ببینه صاف ببینه به خاطر خشم و قذب تو به جای نان خاکستر میخورم و اشکهایم با آبی که می نوشم یعنی ناآرامش آرامش درش نیست آمیختن زیرا تو مرا بلند کرده ای حالا داره به خدا میگه و یه تصویر اشتباس و تو و مرا بط... زیرا تو مرا بلند کرده و بر زمین زده ای. هرگز خدا این کار رو نمی کنه هرگز خداوند عیسی مسیح که بر گناهان روی زمین اومده و روی صلیب رفت و مرد به خاطر گناهان ما هرگز این کار رو این یک تصویر اشتباه میتونه باشه از شخصی که خودش داره خودش رو سرزنش میکنه و دیگران رو حالا اون مقصر میدونه عمرم مانند سایه های غروب به سرعت رو به زوال است و همچون گیاه پژمرده میشم یعنی پریشان حال هستم آرامش خوبی ندارم همون گونه که شاعر نیز اعلام میکنه من سایه پنهان شده در پشت قبارم من سایه پنهان شده در پشت قبارم دیدنی نیست مهه هیچی نمیتونم ببینم آه این منم ای آینه کم سر ای آینه کم سرزنشم کن آینه وجودش اون تصویری که داره میبینه از فکر خودش و نیز متاسفانه گاهی انسان ها مورد سرزنش قرار می گیرن نه به خاطر اشتباهات نه به خاطر شکست ها مورد سرزنش قرار می گیرن به خاطر حتی سخن حرف و کار خوب از مخاطبین خودشون برای نمونه یوسف حالا یه عنوان یوسف پادشاه یوسف نبی پسر یعقوب در قوم اسرائیل می‌بینیم در پیدایش 37 10 یازده اشاره به این میکنه زمانی که یوسف رویای خودش رو برای برادران و برای پدرش میگه پدر... کلام خدا میگه پدر یوسف یعقوب او را سرزنش کرد الان میگه می او را سرزنش کرد و نیز برادران میگه حسادت کردن به همون گونه که به خوبی میدانید بعد از اینکه او را به چاه انداختن و بعد از اینکه اون رو به عنوان برده فروختن متاسفانه هرچند وفاداریش رو نشون داد به خدا هرچند صداقتش رو نشون داد هدایت خدا رو هم دید حمایت خدا رو هم دید اما یوسف هم تلخ شده بود اونم گویا آدم بوده فرشته نبوده اونم انسان بوده همونطور که هر کدوم ما اگر آسیبی بخوریم سرزنش بیخودی بشیم تلخ بشیم موقعیتی پیش بیاد تأثیر روی ما میده روی یوسف هم تاثیر گذاشته بوده این تلخی چرا که وقتی که با برادران خودش روبرو میشه به جای اینکه به اونها بگه من یوسف هستم تحت پوشش یک نقشه انسانی اونها رو تو یک موقعیت دیگه ای قرار میده اونها رو میفرسته برگردن دوباره بیان و بعد دوباره میخواسته برادر بنیامین رو بگیره ولی یه اتفاقی میفته انگار دل یوسف عوض میشه در کتاب پیدایش چهل و پنج که این مهمه برای من و شما اگر میخوایم از سرزنش آزاد بشیم نیاز به این اتفاق داریم که اعلام میکنه یوسف دیگر نتوانست پیدایش چهل و پنج یک الا پنج میگه یوسف دیگر نتوانست نزد خدا نه عز میخوام یوسف دیگر نتوانست نزد خدمتکارانش جلوی احساس خود را بگیرد چه اتفاقی افتاد که یوسفی که احساسش این بود با نقشه انسانی برادران خودش رو ببره بیاره و یک سیاستی به کار ببره که باعث تلخی اونها و آزار اونها شده بود پس دستور داد تا همه از اتاق او بیرون بروند هنگامی که او خود را به برادرانش شناسانید هیچ کس آنجا نبود البته اونجا که کس دیگه بود و اون خدا بود این خدا بود که دل یوسف رو عوض کرد مجال اینو بهش نداد چون دوستش داد داشت. چون صداقتش رو دیده بود چون میناس یوسف با اون در تماس هست دیگه مجال این رو نداد که این تلخی در دلش بمونه خدا دل تازه به اون داد روحی تازه به اون داد که دلیل احساس تازه بر اون شد ویکتور هوگو نویسنده بینوایان خیلی زیبا میگه میگه خوشبخت کسی است که خداوند دلی پر احساس به او ارزانی کرده باشد و این اتفاق برای یوسف افتاد و این اتفاقی است که من و شما رو میتونه از هر سرزنش و از هر تلخی دور کنه و ما رو شفا بده و ادامه میده هیچ کس آنجا نبود او با صدای بسیار بلند گریه کرد این صدای بلند در از پیام عمل جراحی قلب یوسف بود دل یوسف بود فکر یوسف بود که پر از کینه میتونست باشه میتونست پر از تلخی باشه حتی نسبت به پدرش چرا که یوسفی که پدرش رو دوست داشت یوسفی که برادرانش رو دوست داشت برادر تنی خودش رو دوست داشت بنیامین رو اگر وقتی دید برادرها رو اومدن تصور میرفت که همون موقع خودش رو معرفی میکرد همون موقع میگفت برادران شما اشتباه کردید اونا میگفتن منو ببخش ما رو ببخش تموم میشد ولی یوسف دلش هنوز تلخ بوده و این فضا رو نتونست پیدا کنه ولی وقتی خدا اونو ملاقات میکنه بهش احساس تازه میده دل تازه میده یوسف توی یک جایگاهی قرار میده و چه بسا پدر خودش رو محکوم میکرده در دلش میگفته این پدر من خب اگرم بهش گفتن من مردم منو دزدیدن باید نه دنبال من نه دنبال من اومد هیچ کجا نیومد و این اتفاقا برای هر کدوم ما میتونه نسبت به دوستمون نسبت به پدر و مادرمون حتی نسبت به بچه هامون. خواهر و برادرمون همکارمون بیفته و اونجا ما احتیاج داریم که به توسط خدا دلی تازه داشته باشیم دلمون رو عوض کنیم از اون بخوایم و چه بسا موقع شفا مانند خود یوسف بلند گریه کنیم و این میتونه شفا باشه میگه بسیار بلند گریه کرد به طوری که مصریان او را شنیدند و این خبر را به گوش فرعون رسوند اوایل ایمانم تا اوایل ایمانم نه اوایلی که اومده بودیم تو این سرزمین از ایران که اومده بودیم راستیتش خب من و خانوادم حقیقتا صد درصد با رویای خدا به این سرزمین اومدیم من خارج رو دوست داشتم اما هرگز فکرم این نبود برم توی سرزمینی که نتونم ایران برم خانوادم بیان پس بنابراین آمریکا رو در نظر نداشتم هیچ موقع و اونقدر اون زمانی که من ایران بودم به مسیح ایمان آورده بودم در طول اون سالها خدمت میکردم و موقع درآمدی من بسیار خوب شده بود دیگه اصلا دوست نداشتم از ایران بیام ولی وقتی که خداوند با قلب من و زهر جان صحبت کرد با قلب شبانمون کشیش وارتان صحبت کرد و دست به دست هم داد طوری که خداوند اسپانسور ما برادر یوحنا که هفته گذشته توی عروسی بعد از قبلا هم دیده بودیم ولی یک بخویم بعد 20 سال پیش که ما توی تورلاک بودیم دوباره رفتیم دیدیم ایشونو اسپانسر اسپانسور ما رو خدا طوری قرار داد که بدون که من این اسپانسور رو بشناسم یک جداش دعا میکرد و پشتش به سمت من بود منو نمیشناخت روز اولش بود از 15 سال اومده بود ایران بلند شد گفت شما اسمتون گفتم رسولم گفت شما مسیحی هستی گفتم بله قبلا مسلمون بودم حالا مصرم. مسیح گفت خدا با قلبم صحبت کرده که به شما بگم خدا گفت اون مردی که پشت سرت هست رو تو اسپانسر میشی گفتم اسپانسر یعنی چی گفت یعنی من تو رو ساپورت می‌کنم دقیقا این جملاتی بود که گفته شد و بالاخره ما به توسط ایشون توانستیم به آمریکا بیاییم این رو عرض می‌کنم به خاطر اینکه میخوام بگم ما به نوعی من و خانوادم از ایران اومدیم که میلی نداشتیم به این موضوع ولی چون اراده خدا بود چشم از موقعیت در آمدیم اونجا من و زهره بستیم از شرایطی که داشتیم حتی من از نظر خدمتی کشیش میگم آخوند رو بشارت داده بودم پاستار رو بشارت داده بودم بسیجی رو بشارت داده بودم افراد دولتمند رو بشارت داده بودم که اینها ایمان رو برده بودم و خداوند منو حفظ کرده بود از هر خطری و اصلا میل نداشتم بیام ولی زمانی که اومدم اینجا متوجه شدم از نظر انسانی میگم گویا چه اشتباه بزرگی کردم یه روز وقتی من و زهره جان تو اون اولین روزهایی که اومده بودیم لس آنجلس و آپارتمانی که داشتیم در برنایز بود توی خیابون بنایز ما داشتیم قدم میزدیم و من داشتم غور میزدم میگفتم این چه وضعیه آخه برای چی من باید میومدم چرا اومدم اینجا دوره زهره جان میگفت خداوند با قلبت صحبت کرد که بیای اینجا تعلیم بگیری امید به من میداد ولی من هر چی فکر میکردم کردم نم فکر میکردم که نمیتونست دلیل درستی باشه و وجود من پر از تلخی شده بود از اینکه اومده بودم اینجا یه آپارتمان کوچیکی داشتیم خونه و زندگی خوبمون اونو فروخته بودیم همه چیز از بین رفته بود همه پولا رو خراب کرده بودیم همین که داشتم میرفتم از جلوی یک مغازه بزرگی که کلیسا بود برای اسپانیشا رد شدیم وقتی رد شدم خدا با قلبم صحبت کرد برو توی کلیسا تا دعا کنی و تا آروم بشی من همین که بودم میگم زهره جان میخوای بریم توی کلیسا زهره جان خوش به من گفت خدا با قلبم صحبت کرد بریم توی این کلیسا دعا کنیم چند نفر بیشتر نبودن باور کنید وجود من پر از تلخی بود وقتی یه پام و یه پامو گذاشتم توی اون کلیسا هنوز اون پام بیرون بود روح خدا چنان ریخت که من فکر میکنم حداقل ده دقیقه من گریه میکردم و به زبانی که خدا من داده بود دعا میکردم چند نفر اونجا فقط بودن ولی اونجا بود که خدا یک بار دیگه دل منو شست یک دل تازه به من داد و تمام خستگی هم رفت من این گواهی رو میخوام بهتون بگم اگر خسته ای اگر دل شکسته ای اگه مورد سرزنش دیگران قرار گرفتی اگه مورد سرزنش خودت همش قرار میگیری به خاطر اشتباهات قلم روی اول که بری در حضور خدا و بگی خدا یا دلی تازه به من بده دل من رو بشور تا بتونم این قوت رو بگیرم ادامه میده این کلام یوسف برادرانش گفت من یوسف هستم نه اون یوسف تلخ حالا داره میگه اون یوسف تلخ نیستم آیا پدرم هنوز زنده است؟ سؤالی که باید روز اول از برادران می کرد حالا داره میکنه. اما وقتی برادرانش این را شنیدن به قدری ترسیدن که نتوانستن جواب بدن چرا که دلهای اونها هم دلهای مریضی بود دلهایی بود که اعتراف نکرده بودن توبه نکرده بودن به خاطر کاری که کرده بودن سپس یوسف به آنها گفت جلوتر بیایید در اس این اشاره به محبتی است که خدا در قلب او قرار داده. جلوتر بیایید. آنها جلوتر آمدند. یوسف گفت: من برادر شما یوسف هستم. همان کسی که او را به مصر فروختید. این جمله چند پیام داره. یکی از پیام ها اعترافه. اگر کسی باعث آزارتون میشه. اگر کسی شما رو سرزنش کرده. اگر کسی شما رو تلخ کرده. برید در کنارش بیستید. با محبت صادقانه باهاش صحبت کنید. اعتراف کنید که دل من از شما رنجیده مادر پدر برادر خواهر هر کسی که هست مستقیم با خودش صحبت کنید و اجازه بدید اون با شما صحبت کنه و بعد با هم دعا کنید و اون موقع میبینی که خدا هم دل اون رو عوض میکنه هم دل تو رو عوض خواهد کرد دل تازه‌ای به تو خواهد داد که در این دل تازه شفاست سلامتی هست همون کسی که او را به مصر فروختند حالا از اینکه مرا به اینجا فروختن نگران نباشید چون شفا گرفته داره کار اشتباه اونها رو به خیریت تبدیل میکنه و خود را سرزنش نکنید چرا که درد سرزنش رو یوسف چشیده بوده که ای کاش اصلا صحبت از رویاش نمی همون گونه که من وقتی که اومدم آمریکا دیدم ای بابا اینجا چیکار دارم میکنم از اول بخوام زبان یاد بگیریم که هنوزم یاد نگرفتیم کار و درآمد که هدف خدا برای من چیز دیگه ای بود و رویا رو فراموش کردم رویایی که خدا به من داده بود نگران نباشید و خود را سرزنش نکنید و در واقع این خدا بود که مرا قبل از شما به اینجا فرستاد درک درست وقتی که خداوند دل من و تو رو تازه میکنه حتی از دردها و رنج هامون درک درست خواهیم داشت نگران نمیشیم نمیترسیم خشمی نمیشیم تلخی وجود ما رو نمیگیره تا زندگی مردم را نجات دهم این سخنی بود که نه یوسف بلکه روح خداوند به او گفت دلی که به توسط خدا لم شده باشد نه تنها باعث آرامش شخص میشه بلکه خدا از او استفاده میکنه تا دلهای ناآروم شفا پیدا کنم. برای نمونه به خوبی میدانیم که شاول که بعدها به نوعی دشمن داوود شناخته شد کلام خدا میگه هرگاه روح بد بر او قرار میگرفت اما وقتی این روح بد قرار میگرفت چه اتفاقی می افتاد که اون آروم میشد اول سموی 1623 اعلام میکنه هر وقت آن روح پلید از جانب خدا شاور را آزار میداد داوود برایش چنگ مینواخت در از داوود برای شاور چنگ نمیمید داوود داشت برای خدا میزد دل داوود برای خدا بود و چون او رو داشت میپرستید شفا برای شاول ایجاد میشد همون گونه که گروه پرستش وقتی که برای خدا می نوازن، برای خدا می خونن، مهم نیست صدا خوبه یا بده مهم نیست نوازنده خوب میزنه نمیزنه دستگاه های ما خوب هست یا نه خدای ما شایسته است که از بهترین موقعیت برای پرستش استفاده کنیم از بهترین صدا از بهترین نوازندگان اما این رو بدونیم حتی اگر بهترین نوازندگان اینجا باشن بهترین شرایط اینجا باشه دل نوازنده دل خواننده عوض میخوام تلخ باشه و دلش دلی نباشه که خدا در اون ساکن باشه هیچ اتفاق اینجا نمیفته همونگونه که هیچ اتفاق اینجا نمیافته از این رو هستش که کلیسای پرستان مسیح همیشه در این سعد بوده که در دعا باشه گروه بر دعا کنه برای گروه پرستش که گروه پرستش همچون داوود بنوازند بخونن تا شما که اینجا هستید نیز برکت بگیرید اما شما هم نیز در این پرستش سه خواهید داشت پس ادامه میده و روح بد از او دور میشد و احساس آرامش میکرد چون قلبش عوض میشد شاول وقتی که حضور خدا رو اونجا می لمس می کرد و این همان انتظاری هست که خدا از همه پرستندگان خود داره نه فقط گروه پرستش بلکه گروهی که اینجا هستن شماها شما با گروه پرستش چه کار میکنید حتی مثلا یه موقع میبینید که برپرز حالا من که اون سواد رو ندارم گروه پرستش رو ریت نمیخونه متوجه میشید آقا یکی یه ساز دیگه میزنه استدا قطع شد شما دارید چه کار میکنید اگر شما هر کدومتون دلهاتون اوپن باشه باز باشه برای خدا این عزیزان هر جور که مینوازند خدا داره قلب شما رو لمس میکنه خدا داره شما رو برکت میده خداوند داره شما رو شفا میده پس چه شما عزیزان و چه عزیزانی که اینجا هستن و چه من به عنوان کشی کلیسا می باید با دلم نام او رو پرستش کنم دلی که ازش درش روح خدا هست مطابق آنچه که در کلام خداوند نیز اشاره میکنه که خدا روح هست آمین یوحنا چهار بیست و اعلام میکنه خدا روح هست و هر که او را پرستش میکند میباید به روح و راستی او را پرستش کند یعنی در دلی پاک دلی که درش تلخی نیست دلی که درش آزار نیست دلی که شفا گرفته باز میخوام اشاره کنم به اون زنی که دوازده سال خونریزی داشت عیسی مسیح در انجیل مرقس پنج اشاره میکنه دور عیسی مسیح رو خیلی ها گرفته بودن هر کدوم بالاخره یه انتظار یه مسلحتی داشتن با او سخن میگفتن یکی میگفت بچم داره میمیره یکی میاد میگفت دارم طلاق میگیرم یکی میگفت هر هم 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 همه هم بود اما در بین اونها زنی بود که نباید اونجا بود چون از دیدگاه شریعت یهود کسی که از بدنش خونی میاد به طور خاص زنها در اون دوران نباید توی جمع باشن اصلا نباید نزدیک خادمین خدا میشدن و این گناه بود چون نجس میکرد بقیه و از نظر قوم یهود اون نجس بود اما آنچه که شنیده بود اون رو به اونجا آورد این زن دلش عوض شده بود چرا چون دیگه به فکر آبروش نبود به فکر اینکه بگیرن سنگسارش کنن نبود به فکر اینکه بخوان پشت سرش حرفایی بد بزنن نبود چون دلش عوض شده بود این اقتدار رو گرفته بود این امید رو گرفته بود و در این امید بود که میره جلو و دست به ردای مسیح میزنه در مرقس 5:29 میگه پس لباس او را لمس کرده و خونریزی او فورا قطع شد یعنی تموم شد در اصل این زن از سرزنش آزاد شده بود این زن از سرزنش دیگران آزاد شده بود از سرزنش خودش آزاد شده بود و اون زمان توانست شفا رو بگیره و در وجود خود احساس کرد اون وجودی که تازه شده بود. دل تازه شده بود. که دردش درمان یافته است. یعنی شفا گرفته. اول دلش شفا گرفت. اول فکرش شفا گرفت. روحش شفا گرفت. و بعد جسمش شفا گرفت. و اون زن قبل از اون از دیگران از مسیح شنیده بود. اما بعد از اون شد بلنگوی ملکوت خداوند. و رفت به همه اعلام کرد که مسیح رو شفا داده و نام مسیح رو نیز عاشقانه بلند کرد و شد خادم خدا همه ای ما خادمین خدا هستیم آمین میتونی بلند بگی آمین تو خادم خدا هستی بگو من خادم خدا هستم خادم خداوند باید دلش تازه بشه دلش مدام شسته بشه اگه شسته نشه نمیتونه با کینه نمیتونه با تلخی خدمت کنه در نامه غلاطیان چهار نو میگه ای فرزندان من داره به مخاطبین میگه به ما داره میگه ای فرزندان من بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد میکنم یعنی با تمام دلسوزی و تحمل تا شما شکل, تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید وقتی که دل ما عوض میشه دیگه این نیستش که ما بیایم بگیم, بگیم آقا چقدر خوبه که این کلیسا مثلا همه پر بشه بله که آرزو داریم پر بشه آرزو داریم همه ایرانیا تو لس آنجلس ایمان بیارن اما ما فکرمون اینه چقدر خوبه که هر کسی وارد این کلیسا میشه شاگرد مسیح بشه شکل مسیح بشه فکرش دلش احساسش چرا که اونجا نشون دهنده اینه که دل اون شخص عوض شده فرمالیت مسیحی نشده توتیباری مسیحی نشده آسیبی که نسل گذشته به ما زد امروز نسل مسیحی به دیگران نخواهد زد به عنوان فقط مسیحی زاده نیستن بلکه به عنوان افرادی هستن که میتونن مطابق آنچه که در من انجیل متا 28-19 اعلام میکنه شاگرد بشن مسیح گفت برید چیکار کنید شاگرد من سازید یعنی شکل من نه فقط بشارت باشه و در شاگرد مسیح یعنی شخصیت تازه‌ای که به توسط روح القدس میتونه مطیع باشه میتونه وفادار باشه و خود همچون خود مسیح نیز عمل کنه و آنچرا که میتونه واقعا دلیلی بشه برای اینکه جامعه ما در ایران جامعه آمریکا و هر جامعه دیگه در این مسیر تولد تازه رو کسب کنن در نامه فیلیپیان 3 هشت اعلام میکنه اما هرچه به نفع من بود اینو پولس رسول داره میگه آن را به خاطر مسیح ضرر محسوب میکنم هر نیاز هر استعداد هر خواسته آری علاوه بر این همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر یعنی شناختن عیسی مسیح خداوند خود زیان میدانم تا من بتونم به شباهت اون بشم در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست دادم و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیر را به دست آورم و در این مسیر هستش که ما پادزهر تمام سرزنش ها را خواهیم داشت چرا که در مسیر خدمت تعلیم میگیریم از کلام خداوند پر میشیم از روح القدس و با فیض اون هستش که میتوانیم تو یک جایگاه درستی بیستیم که حتی در زمان طوفان ها مانند این روزها که روزهای قرنطینه هست روزهایی که هستش که آسیب میخوره بین رابطه ها حتی توی بیزینس ها حتی توی احساساتمون خداوند اون دنیای طوفانی ما رو آروم کنه همون گونه که قایقی که در دریا بود و طوفانی بود و مسیح اون رو آروم کرد مطابق متا 8:26 میگه عیسی مسیح در زمانی که شاگردان در قایق در حین طوفان بودند دریا بود این گونه گفت ای کم ایمانان چرا ترسان هستید آنگاه برخواسته بادهای و دریا را نهیب کرد که آرامی کاملا پدید آمد آمین آیا فقط کافی است که ما بگیم آمین آمین یا آمین دیگه بگیم آمین آمین با خودش یک مسئولیت میاره بیستیم با هم دیگه این مسئولیت و اعلام بیستیم با همدیگه و اعلام کنیم که خداوند را به ما دل تازه ای بدیم آماده هستی؟ از بعدت پرویز میخوام لطف کنه مزمور پنجه و یک ده سیزده رو اگر آماده داریم داریم آماده؟ بله. با همدیگه این رو بلند بخونیم برای من برای کنار دستید نخون برای خدا بخون اهدی تازه امروز که میخوایم نزگه سفره خداوند بشیم عزیزان این عهدمون رو تازه کنیم بله ما یک هفته دیرتر اشای ربانی رو داریم میگیریم به خاطر اینکه من نبودم ولی لطفا این عهد رو تازه کنید مزمون 51 و یک ده میگه میتونید بلند بگید میتونید در دلتون بگید خدا یا دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان مرا از حضور خود مران و روح پاکت را از من مگیر شادی نجات را به من بازگردان و شوق اطاعت از عوامرت را در من ایجاد نما آنگاه احکام تو را به خطاکاران خواهم آموخت و آنان به سوی تو بازگشت خواهند کرد آمین 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 شاعر نیز اعلام میکنه همه عمر بر ندارم از سر این خمار مستی همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی قبل از اینکه ما متولد بشیم خداوند به فکر ما بوده خداوند عاشق ما بوده خدا ما رو دوست داره آیا جایز نیست که ما نیز در این وفاداری کاملا برای او بیستیم آمین دو نکته تا به امروز داشتیم نسبت به سمره روح خدا و دلی تازه در انسان همونگونه که گفتم بورشور ما نمیتونیم بدیم اما عزیزان میتونید عکس مندازید اگر بتونیم دو نکته رو داشته باشیم نسبت به درس امروزمون نکته اول که دل تازه شود با روح خدا چهره تابنده شود از روی خدا فارغ از شک و معمای روزگار آزاد گردد دل با شناخت خدا نکته دوم ما چون با سعدی اومدیم و قافیه داشت خودمونم این نکات رو روی قافیه رفتیم گر که دل تازه شود با روح خدا حس آکنده شود از مهر خدا یعنی پر از محبت خدا میشه وقتی محبت خدا میاد تلخی ها برداشته میشه گر که دل تازه شود با روح خدا حس آکنده شود از مهر خدا فارغ از سرزنش و هر شکست روزگار آرام گردد دل با فیض خود در عهد جدید شما هر کجا که آرامش رو میبینی آرامی رو میبینی واجه بدیش فیض خدا هستش آرامش در کنار فیض خدا معنای خودش رو نیز پیدا میکنه پس اگر به دنبال آرامش هستی اگر بری به این, به این فکر کنی که شرایط سخته پس فیض خدا دروازه فیض خدا عبور نخواهی کرد هوشیار باش اگر به دنبال آرامش هستی بری به این که بگی آخه من لایق نیستم من ایمانم ضعیفه من دیروز این گناه کردم خب گناه کردی امروز هم گناه کردی توبه کن چون در برابر من و شما دروازه عشق و فیض خداست از سرزنش تا خودتو آزاد نکنی نمیتونی به آرامش برسی پس میباید کاملا خودتو در موقعیتی ببینی که در دروازه فیض خدا هستی و مطمئن باش که خداوند قلب تازه ای به تو خواهد داد آخرین آیه هم بشنویم دوم تسالونیکیان دو شونزده الهیده میخوای لامپ روشن کنید؟ لطفا لامپ های وسط روشن کنید سپاس کده دوم تسالونیکیان دو شونزده الهیده و خود خداوند ما ایسای مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نمود و تسلی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید پس نگاه کن یه جا میگه تسلی منظور اون آرامشه اون آرامش ولی میگه به فیض داد آرامش با فیض میاد خودتو محکوم نکن دیگران رو محکوم نکن کینه ها رو بشون الان میخوای نزدیک سفره خداوند بشی مجال نده تو ذهنت فکرت چیزی باشه که در مسیح نیست در تو هم نباید باشه به عنوان فرزند خدا بله دلهای شما را تسلی عطا کند آمین. و شما را در هر فعل و قول نیکو استوار گرداند آمین 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 سعدی نیز اعلام میکنه ما به غیر از تو نداریم تمنای دیگر ما از خدا انتظار داریم و چون از خدا انتظار داریم مطمئن هستیم که اون کمک ما خواهد کرد پس باید قلب های خودمون رو آروم کنیم همان گونه که رومیان 14 17 میگه از روح خدا پر شو افسوسیان 5 20 میگه میگه مست این دنیا نشو از روح خدا پر شو اگر روح خدا پر بشه آدرس رفع تمام مشکلات زندگی تو خواهی دید شخص مستی داشته پیلی پلی میرفته یه دفعه میرسه به یه نفر میگه ببخشید اون خیابون کجاست طرف هم میگه خب اون بر خیابونه میگه بابا بلم که اونایی هم که اون بر خیابونم پرستم گفتن این خیابونه آدرس درست رو ما میتونیم زمانی بگیریم که اجازه بدیم خدا دل ما رو عوض کنه آمین میخوایم نزدیک بشیم